با سلام، این بخش خبری خوش آمدید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. علی لاریجانی از مجلس کشورها خواست با تصویب قوانینی دولت‌ها را ملزم به رعایت MPT کنند. محمد جواد ظریف به نقل قول کیهان از جلسه محرمانه مجلس اعتراض کرد. رئیس قوه قضایی از محکومیت برخی کارگزاران حکومتی در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی خبر داد. کشتی‌های نفتی ایران در بنادر هند سرگردان. شرکت‌های بیمه به دلیل تحریم‌ها قادر به بیمه محموله‌های نفتی ایران نیستند. پوتین گفت روسیه و آمریکا درباره نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه توافق نظر دارند. جایزه نوبل فیزیک 2013 به دو دانشمند بریتانیایی و بلژیکی تعلق گرفت. علی لاریجانی از مجلس کشورها خواست با تصویب قوانینی دولت‌ها را ملزم به رعایت NPT کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که برای شرکت در 129مین اجلاس بین المجلس جهانی در ژنو به سر می‌برد، با حضور در این اجلاس طی سخنانی در کمیته صلح و امنیت بین المللی از پارلمان‌های کشورها خواست تا چنانچه تا کنون قانونی برای منع تولید سلاح‌های کشتار جمعی تصویب نکرده‌اند، آن را به تصویب برسانند و از این طریق دولت‌هایشان را ملزم به رعایت NPT کنند. لاریجانی گفت در اکثر کشورها پارلمان‌ها از قدرت برخوردارند و این پارلمان‌ها باید قانون منع تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی را چنانچه تصویب نکرده‌اند به تصویب برسانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی در جمع نخبگان به برخی از اقدامات 50 روز اول دوره ریاست جمهوری خود اشاره کرد و از اقدامات همکارانش در دولت ایران تمجید کرده است. آقای روحانی در این سخنرانی گفت که دولت او در مدت 50 روزی که از آن تشکیل شده تنها در عرصه سیاست خارجی به اندازه 500 روز کار کرده است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در سخنرانی در جمع شماری از نخبگان ایرانی از فعالیت‌ها و اقدامات دولت و همکارانش تمجید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی با اشاره به سیاست خارجی دولت تدبیر و امید گفت دولت او در مدت 50 روزی که از تشکیل آن گذشته است تنها در عرصه سیاست خارجی به اندازه 500 روز کار کرده است. روحانی به نمونه خاصی از این اقدامات دیپلماتیک دولت خود اشاره نکرد و گفت ما با تدبیر می توانیم در برابر تمام قدرت هایی که علیه منافع ملی ما بخواهند حرکت کنند ایستادگی و مقاومت کنیم، نه با شعار. رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما قدمی کوچک بوده و دولت او قصد دارد گام های بلندتری بردارد. حسن روحانی در ادامه سخنان خود گفت ایران باید خود را باور کند و توان رقابتی با دنیا را داشته باشد. به گفت ما باید توان رقابتی با دنیا را داشته باشیم و برای تحقق این امر نمی توانیم دور کشور حصار بکشیم و البته در کنار آن باید خود را باور کنیم، استقامت و مقاومت داشته باشیم و در برابر نقشه دیگران نهراسیم. روحانی همچنین عملکرد گروه اقتصادی دولت خود به ویژه در حوزه کشاورزی را ستود و گفت دولت ایران موفق شده است تمام بدهی خود به کشاورزان را تا اوایل مهر ماه پرداخت کند. وی افزود دولت جدید تنها در 50 روز توانسته بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار برای خرید ماشین‌آلات در اختیار کارآفرینان کشاورزی بگذارد و همچنین 400 میلیارد تومان برای خرید کود در فصل پاییز اختصاص دهد. رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرده دولت او در زمینه صنعت و تولید و همینطور دارو و درمان نیز در این 50 روز قدم‌های مهمی را برداشته است. اظهارات آقای روحانی در شرایطی انجام می‌شود که همچنان بحث درباره حاشیه‌های سفر اخیر او به نیویورک در محافل سیاسی ایران ادامه دارد. سفر روحانی به نیویورک اگرچه به بهانه حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد، اما در عمل به اتفاقات بی‌سابقه‌ای در تاریخ 34 ساله حیات جمهوری اسلامی انجامید که از جمله آنها مکالمات تلفنی رؤسای جمهور ایران و ایالات متحده بود، مکالمه‌ای که محور آن را مناقشه هسته‌ای ایران تشکیل می‌داد. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 نیز برگزار شد که در جریان آن وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از 33 سال دیدار کردند که این هم تحول دیگری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. اما مجموعه این اقدامات با انتقادهایی در داخل کشور همراه بود و از جمله آیت الله علی خامنه ای گفت اگرچه از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر به نیویورک حمایت می کند، اما برخی از این اقدامات هم به جا نبود.
به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی آمریکا اعلام کرد که با مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی ژنو دو به طور مشروط موافقت میکند. به گزارش رویترز، ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن تمایل زیادی برای مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی ژنو دو برای حل بحران سوریه دارد، به شرط آنکه تهران بیانیه کنفرانس ژنو یک را تایید کند. هارف افزود اگر تهران بیانیه ژنو یک را تایید کند، آمریکا کاملا این آمادگی را دارد که مسئله مشارکت ایران را در ژنو دو بررسی کند. در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است جمهوری اسلامی دعوت مشروط به شرکت در نشست ژنو دو درباره سوریه را نمیپذیرد. خانم افخم به خبرگزاری های ایران گفت جمهوری اسلامی همواره تفاهم سیاسی بر اساس مذاکره و توافق میان طرف های سوری را تنها راه حل بحران فاجعه بار این کشور دانسته است و آماده کمک است و دعوت نکردن از ایران برای شرکت در این فرایند سیاسی محروم کردن مذاکرات از نقش سازنده جمهوری اسلامی است. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا روز گذشته در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که دولت در صدد برقراری روابط جدید با ایران است. همزمان ایران هم از توافق دو کشور بر سر تعیین کاردار غیر مقیم خبر داد. تا آذر ماه سال 1390 که عده‌ای از بسیجی‌های طرفدار آقای خامنه‌ای به طور سازماندهی شده به سفارت بریتانیا حمله کرده و ساعات این سفارتخانه را در اختیار گرفتند، دو طرف در پایتخت‌های یکدیگر سفیر داشتند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که ایران و بریتانیا در حال انجام اقداماتی برای بهبود روابط و در نهایت بازگشایی سفارت‌های خود هستند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه 16 مهر ماه به پارلمان این کشور گفت هر دو کشور یک کاردار غیر مقیم منصوب خواهند کرد که مأمور بازسازی مناسبات و از جمله برداشتن گام‌های موقت به منظور بازگشایی نهایی سفارت‌های کشورهایمان هستند. هیک با بیان اینکه چنین اقداماتی راه را برای بازگشایی سفارت بریتانیا تسهیل خواهد کرد گفت ما از تماس‌های مستقیم بیشتر استقبال می‌کنیم. ویلیام هیک همچنین یادآور شد که لحن ایران پس از انتخاب روحانی تغییر کرده است. وی افزود با این حال ما نباید به دشواری‌های پیش رو کم بها بدهیم. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین گفت که دولت مطبوعش از تمام امکانات خود برای سنجش صداقت ایران استفاده خواهد کرد. به گفته هیک ماه‌های آینده در مناسبات ایران و بریتانیا احتمالاً بسیار مهم خواهند بود. بر این اساس اهم وظایف کاردارهای دو کشور پرداختن به موضوعاتی چون تعداد و شرایط کارکنان دو سفارتخانه خواهد بود که پیش از این هم مورد بحث میان مقامات دو کشور قرار گرفته است. در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز درباره ارتقای مناسبات ایران و بریتانیا گفت پیرو مذاکرات دو وزیر امور خارجه در نیویورک مقرر شد گفتگوها بین نمایندگان دو وزارت خارجه ادامه یابد و پیرو این گفتگوها روز دوشنبه آقای ویلیام هیک وزیر خارجه انگلیس طی تماس تلفنی با آقای دکتر ظریف پیشنهاد داد که دو کشور نسبت به تعیین کاردار غیر مقیم در پایتخت‌های دو کشور اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم افخم با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص سطح روابط دو کشور در حد کاردار، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه انگلیس توافق کردند که از امروز سه‌شنبه تهران و لندن در سطح کاردار غیرمقیم با یکدیگر روابط داشته باشند. روابط ایران و بریتانیا از سال 1390 در پی حمله سازماندهی شده گروهی از افراد طرفدار آیت الله خامنه‌ای به سفارت بریتانیا در تهران به پایین ترین سطح خود رسید. در پی این حمله دولت بریتانیا کارکنان سفارت این کشور در تهران را فراخواند و فعالیت خود را در ایران به حال تعلیق درآورد. دولت دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا همچنین دستور اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن را صادر کرد. پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران، نخست وزیر بریتانیا طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که خواهان بهبود روابط تیره میان تهران و لندن است. کامرون در نامه خود اظهار امیدواری کرده بود که ایران مسیر متفاوتی در پیش گیرد و آماده بهبود قدم به قدم و دو جانبه روابط تهران و لندن شود. نخست وزیر بریتانیا همچنین تأکید کرده بود که بهبود روابط دو جانبه فرایندی تدریجی و مستلزم رسیدگی به موضوعات مختلف است.
روند کند انتخاب استانداران در دولت 11 به خاطر وجود برخی اختلاف‌ها و فشارها منجر به افزایش حملات محافظه‌کاران تندرو شده است. از اختلاف حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و نمایندگان ولی فقیه در استانها به عنوان دو عامل کندی روند انتخاب استانداران نام برده می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز دوشنبه از این تأخیر دولت انتقاد کرد و گفت طولانی شدن زمان انتخاب استانداران به صلاح دولت فعلی و مردم نیست. این اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با خشم گروهی از محافظه‌کاران مواجه شده، به طوری که طی 24 ساعت گذشته آنها دور جدید حملات و انتقادها علیه وی را آغاز کردند. گروهی از این محافظه‌کاران که در مجلس حضور دارند در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کردند که هاشمی قصد دخالت در امور دولت را دارد و روحانی باید مانع این کار شود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت متوجه شده است که بسیاری از سانسورهای کتاب در سالهای اخیر سلیقه‌ای بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس علی جنتی در این خصوص گفت متاسفانه در بررسی برخی از کتابهایی که اداره کتاب به آنها مجوز نشر نداده بود بسیاری از ایرادهای وارد شده بر حسب سلیقه بوده است. و افسود من فکر می‌کنم اگر قرآن وحی منزل نبود و آن را به ممیزان اداره کتاب می سپردیم مجوز انتشار برای آن صادر نمی کردند و می گفتند برخی از کلمات با عفت عمومی در تناقض است. به گفته وزیر ارشاد کتاب ها می بایست با نظارت متخصصان و اهالی فن مورد بررسی قرار گیرد، نه کسانی که در حوزه های مختلف تخصصی ندارند. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از محکومیت برخی کارگزاران حکومتی در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی خبر داد و اعلام کرد با این افراد برخوردهای سنگینی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی روز سه‌شنبه با بیان اینکه قوه قضاییه برخلاف تمام تبلیغات با اقتدار به این فساد برخورد کرده است گفت اکثر متهمان این پرونده محاکمه شده و حکم عادلانه در مورد آنها صادر شده است و احکام متهمان اجرایی می شود. رئیس قوه قضاییه به نام هیچ یک از این محکومان اشاره‌ای نکرده، اما به نظر می‌رسد منظور وی برخی نزدیکان محمود احمدی نژاد باشد که وی در زمان ریاستش بر قوه مجریه مانع از محاکمه آنها شده بود. هرچند پیش از این گفته شد با توجه به تغییر آدرس سعید مرتضوی متهم جنایات کهریزک احضاریه‌ها به دست او نرسیده، اما وکیل سعید مرتضوی از احضار موکلش به یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت خبر داد. محمد اصلانی در مورد آخرین وضعیت پرونده مرتضوی اظهار داشت مرتضوی امروز به یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت احضار شد. وکیل مرتضوی ادامه داد موکلم بر اساس شکایات فاضل لاریجانی به دادسرا احضار شده است. اصلانی خاطر نشان کرد مرتضوی اوایل هفته آینده در دادسرا حضور پیدا خواهد کرد. سال گذشته به دنبال پخش فیلمی از ملاقات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس متهم جنایات کهریزک بازداشت و به اوین منتقل شد، اما این بازداشت تنها چند ساعت به طول انجامید و اون نیمه شب آزاد و به منزلش رفت. رئیس پلیس فتا گفت جرایم اخلاقی با 13% دومین جرم اینترنتی در کشور است. به گزارش مهر سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا عصر سه‌شنبه اظهار داشت میزان کاربران اینترنت از سال 2005 تا سال 2012 دو برابر شده است و امروز 2.7 میلیارد نفر به اینترنت دسترسی دارند و این در حالی است که 1.2 میلیارد از این افراد در کشورهای در حال توسعه هستند که در این میان تنها در چین 565 میلیون کاربر وجود دارد. تجارت نفتی ایران و هند به دلیل نامشخص بودن وضعیت پوشش بیمه محموله های نفتی ایران دچار اختلال شده و کشتی های نفتی ایران در اطراف بنادر هند سرگردان ماندند. به گزارش رویترز منابع آگاه میگویند تأخیرها به دلیل عدم تمدید موافقت دهلی با بیمه ارائه شده از سوی بیمه‌گران ایرانی برای محموله های غیر نفتی و نفتکش ها که خواستار ورود به بنادر هند هستند ایجاد شده است. منابع آگاه کشتیرانی و صنعت نفت میگویند سه محموله ایران در بنادر هند منتظر صدور مجوز برای پهلو گرفتن هستند و سرگردان شدند. دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در آماری نشان داده است که در پایان نیمه دوم سال 91 آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث ناشی از کار در مقایسه با نیمه نخست سال
بیش از 100% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، بر اساس این آمار در سال 91 تعداد 20532 نفر از بیمه شدگان این سازمان در حین انجام کار دچار حادثه شدند. سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که تعداد 9790 نفر از بیمه شدگان این سازمان در نیمه نخست سال 91 در معرض حوادث شغلی قرار داشتند. در 5 ماه نخست سال جاری 612 نفر بر اثر غرق شدگی در ایران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 515 نفر مرد و 97 نفر دیگر زن بودند. سال گذشته هم 1074 نفر بر اثر غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند که 892 نفر آنان مرد و 182 نفر دیگر زن بودند. 60 زائر ایرانی که با ویزای جعلی برای انجام اعمال حج به سعودی سفر کرده بودند از فرودگاه جده به ایران بازگردانده شدند. بنابر این گزارش این زائران از شهرهای مختلف ایران هستند که در مرجع دیگری به غیر از سازمان حج و زیارت که مرجع رسمی و مورد تایید دریافت ویزا برای حضور در مناسک حج است ویزا دریافت کرده بودند. وزارت امور خارجه ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است با توجه به اینکه همه امور مربوط به عقص روادید حج در سازمان حج و زیارت صورت می‌پذیرد، ایرانیان باید ویزای سعودی به منظور ادای مناسک حج را صرفاً از طریق مرجع رسمی کشور یعنی سازمان حج و زیارت پیگیری و دریافت کنند. و اما وزیر امور خارجه ایران بدون نام بردن از روزنامه کیهان به تیتر یک شماره روز سه‌شنبه این نشریه چاپ تهران اشاره کرد و گفته که در پی دیدن این تیتر و گزارش کمردرد و پادرد شدید عصبی گرفته، راهی مطب و بیمارستان شده و اغلب برنامه‌های ورزشش را لغو کرده است. روزنامه کیهان که همواره موازی تند علیه بهبود روابط با آمریکا داشته، روز سه‌شنبه 16 مهر در صفحه اول خود از قول محمد جواد ظریف نوشت: مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود. این روزنامه تیتر یک امروز خود را هم به ماجرای گفته‌های ظریف اختصاص داد. گزارشی داریم در این زمینه که بعد از دیدن آن فریبا شیرازی با شما خواهد بود با خبرهای خارجی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از نقل قول‌های نمایندگان مجلس پس از نشست غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت که از این پس نمایندگان انتظار اظهار نظر در جلسه غیرعلنی نداشته باشند. ظریف روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سفر نیویورک با نمایندگان جلسه غیرعلنی داشت. پس از این نشست برخی از نمایندگان اصولگرا اظهاراتی به ظریف درباره مکالمه روحانی با اوباما و دیدار با جان کری منتسب کردند که با واکنش وزارت خارجه و شخص وزیر مواجه شد. حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون پس از این نشست گفت: ظریف اشاره کرد ما فکر می‌کردیم مکالمه‌ها و گفتگوها در حدی که انجام شد در این حد مجوز داریم، ولی وقتی حضرت آقا اشاره کردند برداشت ما این است که ایشان اولا به گفتگوی اوباما با دکتر روحانی انتقاد دارند و این را یکی از اقدامات نابجا می‌دانند و طولانی شدن مذاکرات بنده و جان کری را اقدامات نابجای بعدی می‌دانند. پس از آن بود که روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری هم در تیتر اول خود به نقل از ظریف نوشت: مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود. در واکنش به نقل قول‌هایی که نمایندگان به ظریف منتسب کردند، وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب 16 مهر ماه به این رویه نمایندگان انتقاد کرده و نوشت چنین برخوردهایی او را روانه بیمارستان کرده است. در همین حال روز سه‌شنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه هم در موضعی رسمی اعلام کرد برداشت‌های نمایندگان از سخنان ظریف دقیق منتشر نشده و تیترهای برخی جراید فاقد صحت است و تکذیب می‌شود. با این حال منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه در مصاحبه با تسنیم عنوان کرد: محمد جواد ظریف در نشست غیرعلنی این کمیسیون گفته است که از نظر ما مکالمه تلفنی رئیس جمهور با اوباما جزء آن مصادیق نابجا بودن مد نظر رهبر انقلاب اسلامی بوده و تصمیم اشتباهی گرفتند. در همین روز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی پس از جنجالی شدن اظهاراتش در مصاحبه با خبرگزاری مجلس خبر کیهان را تکذیب کرد، اما کیهان در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است که این نماینده اصل حرفش را تکذیب نکرده و گفته که در گزارش کتبی کمیسیون امنیت ملی چنین چیزی وجود ندارد. کیهان در شماره چهارشنبه خود هم در حمله دیگر به محمد جواد ظریف تیتر یک خود را به وی اختصاص داد و نوشت: برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم زد.
سفر حسن روحانی به نیویورک و ماجرای مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و ایالات متحده همچنان با واکنش‌های موافقان و مخالفان در ایران روبروست. در همین حال روزنامه کیهان و بخشی از اصولگرایان سیاست خارجی روحانی را در حالی زیر سوال می‌برند که از سخنرانی‌ها و نامه‌های بی‌پاسخ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به سران کشورهای غربی و آمریکا به عنوان دستاورد یاد می‌کردند. سخنرانی‌ها و اظهاراتی که به گفته بسیاری کشورهای جهان را در تحریم‌های ایران هم صدا کرد. سلام بر شما، با من همراه باشید با ادامه خبرها. نخست وزیر ترکیه با اشاره به لغو قانون ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی این کشور گفت دوران تاریک سپری شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جمع شماری از اعضای پارلمانی حزب عدالت و توسعه از آزادی پوشش اسلامی برای زنان در اماکن عمومی و مراکز آموزشی خبر داد. این اقدام در چارچوب طرح موسوم به بسته دموکراسی دولت ترکیه انجام می شود. بر اساس این طرح از روز سه‌شنبه حفظ پوشش اسلامی برای زنان وکیل، معلم و زنان شاغل در دیگر مراکز عمومی و آموزشی آزاد می شود. مایستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر. همونطور که در گزارش‌های پیشین هم شاهد بودیم، یکی از موارد مطرح شده در بسته اصلاح دموکراسی که از سوی دولت آقای رجب طیب اردوغان در سپتامبر گذشته ارائه شد، مسئله لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مراکز دولتی ترکیه بود. همینطور بندی دیگه از این بسته پیشنهادی که الزام به سوگند کمالیسم رو در واقع لغو میکرد. اجرای این دو بند از بسته دموکراسی امروز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به صورت قانونی و اجرایی در ترکیه آغاز شد. به استثنای کارمندان قوای مسلح، نیروهای امنیتی و پلیس، دادستان‌ها و قضات سراسر کشور، مابقی زنان کارمند در ترکیه از امروز مجاز هستند که در محل کار خودشون از حجاب استفاده بکنند. ماده پنجم قانون مصوب سال 1982 در ترکیه در واقع بر این نکته تاکید داشت که استفاده از حجاب در مراکز دولتی ترکیه ممنوع هستش، اما با اصلاحاتی که در بسته پیشنهادی اخیر انجام شده در واقع اون قانون منع شده. بند دیگه از بسته پیشنهادی که امروز در ترکیه در واقع به صورت اجرایی آغاز شد، مسئله الزام به سوگند کمالیست بود که این موضوع هم با دستور مستقیم وزارت ملی آموزش ترکیه از امروز برنامه صبحگاهی سوگند کمالیست که دانش آموزان ملزم به ادای اون بودن از برنامه مدارس ابتدایی حذف شد. در همین ارتباط آقای رجب طیب اردوغان امروز در پارلمان ترکیه حضور پیدا کرد، در مورد این بسته اصلاحی و اجرای شدن اون صحبت کرد، دفاع کرد از بسته اصلاحی و عنوان کرد که ما یک قانون قدیمی که علیه روح جمهوری در ترکیه بود رو لغو کردیم که اشاره ایشون به همین قانون حجاب هستش. هرچند که بسیاری از نمایندگان اسلامگرای پارلمان ترکیه از سخنان آقای رجب طیب اردوغان استقبال کردن و به ویژه از سیاست‌های اخیر در بسته اصلاحی استقبال کردن، ولی بسیار هستند در ترکیه که به خصوص بر سر همین بند، یعنی قانون منع حجاب، انتقاد می‌کنند از دولت آقای رجب طیب اردوغان و به نوعی گام‌های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رو پشت کردن به آرمان‌ها و سیاست‌های آتاتورک می‌دونن که سال‌ها در جهت نهادینه کردن سکولاریسم در ترکیه حرکت کرد. به هر حال امروز بسته دموکراسی در ترکیه ارائه شد با همه حرف و حدیث‌ها و کم و کیفی که داشت، هرچند که ملاحظاتی هم این بسته در زمینه مطالبات مردم کرد لحاظ کرده، اما آنچنان که باید مورد استقبال شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب کردی واقع نشد. به هر حال این موضوع امروز در رسانه‌های ترکیه بسیار بازتاب داشت، همینطور انعکاس ویژه‌ای رو هم در رسانه‌های بین‌المللی داشت. تلویزیون ایران فردا، ترکیه.
رئیس جمهوری روسیه گفت دولت سوریه فعالانه و با شفافیت در روند امهای تسلیحات شیمیایی این کشور مشارکت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین که برای شرکت در نشست اوپک به اندونزی سفر کرده، روز گذشته پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت: من از اینکه اوباما در موضوع تسلیحات شیمیایی سوریه چنین تصمیمی اتخاذ کرده خرسند هستم. پوتین همچنین پیش بینی کرد که بازرسان سازمان ملل طی یک سال ماموریت امهای تسلیحات شیمیایی سوریه را به انجام برسانند. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه دیدار با اوباما هدف نیست، گفته است: زمانی که ضرورت داشته باشد با یکدیگر دیدار می‌کنیم. پوتین همچنین خواستار دعوت از اندونزی برای حضور در نشست ژنو 2 درباره سوریه شد. آمریکا وارد دومین هفته خود شده و هنوز گشایشی بر سر تصویب بودجه دیده نمی شود. اگر این وضع یک هفته دیگر ادامه یابد، پیامدهای فاجعه بار در انتظار آمریکا خواهد بود. در جدیدترین موضع‌گیری در این خصوص، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان جمهوری خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. باراک اوباما نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. اوباما در کنفرانس خبری گفت که آماده مذاکره با جمهوری‌خواهان است، اما نه زیر تهدید هرج و مرج اقتصادی. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که به جان بینز رئیس مجلس نمایندگان گفته است که اول باید سریعاً لایحه افزایش سطح استقراض دولت را به رأی بگذارد تا دولت بتواند سررسید قروض خود را بپردازد و بعد از آن او حاضر است درباره اولویت‌های جمهوری خواهان مذاکره کند. پیش از این اوباما هشدار داده و گفته بود تا زمانی که جمهوری خواهان بودجه را تصویب نکرده و سقف بدهی‌های دولت را بالا نبرند، با آنها گفتگو نخواهد کرد. آقای اوباما گفته بود که جمهوری خواهان با این کار به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. هنوز روشن نیست که آیا احزاب آمریکا خواهند توانست به موقع بر سر سقف بدهی‌های آمریکا به توافق برسند یا خیر. توافق با جمهوری خواهان باید تا پنجشنبه 17 اکتبر به دست بیاید، چرا که دولت آمریکا احتمالاً تا آن زمان به سقف قانونی بدهی‌های خود که بالغ بر 16.7 میلیارد دلار می شود خواهد رسید. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، دولت آمریکا مجاز به دریافت بدهی‌های جدید نخواهد بود و نخواهد توانست تعهدات خود در بازارهای مالی جهان را به جا بیاورد. در اظهار نظر دیگر، جین اسپرلینگ مشاور ارشد اقتصادی اوباما نسبت به پیامدهای وحشتناک اقدام جمهوری خواهان هشدار داد و در عین حال گفت که دموکرات ها نباید تنها به این خاطر به درخواست های جمهوری خواهان تن بدهند، چرا که در این صورت این مورد تجربه خطرناک را ایجاد خواهد کرد. اسپرلینگ گفت: اگر ما این روند را به عنوان روندی عادی بپذیریم، در آن صورت دموکراسی و اقتصاد ما و همچنین اعتماد به اعتبار آمریکا ضررهای بزرگی را متحمل خواهد شد. طی هفته گذشته با آغاز بحران بودجه در آمریکا، تأثیرات آن بر بازارهای مالی هم در آن کشور و هم در کشورهای دیگر دیده می شود. این بحران از جمله گفتگوهای مهم میان اتحادیه اروپا و آمریکا را برای دستیابی به توافق تجاری که از آن به عنوان بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد جهان نام برده می شود فعلا متوقف کرده است. در تازه ترین نظرسنجی در آمریکا که روزنامه واشنگتن پست و شبکه ABC نیوز مشترکاً انجام دادند، نشان از نارضایتی 70% شهروندان از عملکرد جمهوری خواهان در کنگره دارد. در حالی که 61% شرکت کنندگان در نظرسنجی از عملکرد دموکرات ها ناراضی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری بهترین نتیجه را گرفته است و نزدیک به نیمی از شهروندان عملکرد او در جریان بحران اخیر را دلیل بحران نمی دانند. تعطیلی اداره ها و بخش های خدمات عمومی دولت فدرال در آمریکا در اولین روز اکتبر آغاز شد. اختلاف حزب جمهوری خواه با دموکرات ها و دولت آن کشور بر سر طرح بیمه هماهنگی سبب شد تا جمهوری خواهان از تصویب کل بودجه آمریکا سر باز زنند. هرچند طرح جدید بیمه در نهایت از روز اول اکتبر اجرایی شد. این موضوع 800,000 کارمند فدرال آمریکا را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده، محوطه‌های توریستی یا پارک‌های عمومی را بسته، دادگاه‌ها را با خطر نیمه تعطیل شدن روبرو کرده، وام‌های دانشجویی را تا اطلاع ثانوی متوقف و حتی بخش‌های از بیمارستان‌ها را نیز به تعطیلی کشانده است.
محمود عباس با بیان اینکه زمان برای برقراری صلح مناسب است گفت ممکن است این فرصت آخرین فرصت برای تحقق صلح باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس رئیس دولت فلسطین در دیدار با 14 تن از اعضای چپگرای پارلمان اسرائیل اعلام کرد به شدت با خشونت مخالف است. این اظهارات عباس در واکنش به شلیک گلوله به اسرائیلی ها ظرف 2 هفته گذشته در مناطقی در کرانه بختری ایراد شد. به خاطر نشان کرد کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنند در صدد مانع تراشی بر سر روند صلح هستند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان اینکه مذاکرات میان مسئولان فلسطینی و اسرائیلی جدی است، تاکید کرد تلاش‌های بسیاری جهت دستیابی به صلح ظرف 9 ماه صورت می‌گیرد که به نظر من این زمان کافی است. کره شمالی اعلام کرد نیروهای مسلح خود را در بالاترین سطح آماده باش نظامی قرار داده است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی نظامی کره شمالی در همین ارتباط در مورد آنچه که عواقب فاجعه بار حرکت کشتی‌های نظامی آمریکا از جمله یک ناو هواپیمابر به سوی بندری در کره جنوبی خواند، هشدار داد. با این وجود وزارت دفاع کره جنوبی این موضوع را یک بازدید از پیش برنامه ریزی شده کشتی‌های آمریکایی برای شرکت در تمرین امداد و نجات اعلام کرده است. کره شمالی و جنوبی 2 ماه قبل با بازگشایی یک منطقه صنعتی مشترک بین دو کشور موافقت کردند، اما مذاکرات سیاسی بین آنها همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. پلیس برزیل برای متفرق کردن تجمع معلمانی که در شهرهای ساو پائولو و ریو دو ژانیرو تظاهرات کردند به خشونت متوسل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این معلمان در اعتراض به شرایط کاری و پایین بودن دستمزدها به خیابان‌ها آمده بودند. مرکز ریو دو ژانیرو شاهد حضور هزاران معترض به سیاست‌های آموزشی دولت بود که به طور مسالمت‌آمیز دست به تجمع زده بودند، اما با حضور گروه کوچک اما خشن افرادی که صورت‌های خود را پوشانده بودند، این تجمع به خشونت کشیده شد. تظاهرات در ساو پائولو در حمایت از معلمان نیز با درگیری با نیروهای پلیس به پایان رسید. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. نیروهای پلیس طی ماه‌های گذشته به دلیل برخوردهای خشونت‌بار با تظاهرات خیابانی مورد انتقاد قرار گرفتند. در همین راستا رئیس پلیس برکنار و با فرد دیگری جایگزین شد، ولی خشونت‌های نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان همچنان ادامه دارد. جایزه نوبل فیزیک سال 2013 روز سه‌شنبه 16 مهر به 2 دانشمند بریتانیایی و بلژیکی تعلق گرفت که در زمینه کشف ذره‌ای کوچکتر از اتم که به نام ذره خدا معروف شده است نقش اصلی را داشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز سه‌شنبه جایزه نوبل فیزیک را به فرانسوا آنگلر از بلژیک و پیتر هیگز از بریتانیا اهدا کرد. پیتر هیگز به هنگام دریافت این جایزه گفت: امیدوارم این قدردانی که از علوم پایه شده است آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پژوهش‌هایی که سود مستقیم آنها هنوز مشخص نیست را افزایش داد. به گفته آنان ذره خدا را باید مانند شیره چسبناکی فرض کرد که باعث می شود دیگر مواد سازنده جهان هستی به هم چسبیده و حرکتشان کندتر شده و تشکیل اتم بدهند. آنها پیش بینی کردند که این ذره حامل نیرو بخشی از میدان انرژی نامرئی موجود در کائنات مرئی را تشکیل می دهند. خطوط هوایی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد 31 فروند هواپیمای A350 را به شرکت هواپیماسازی ایرباس سفارش داده است. خطوط هوایی ژاپن در این زمینه قراردادی به ارزش 9 میلیارد و 500 میلیون دلار با شرکت ایرباس امضا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد رضا شاهی، خبرنگار ایران فردا از پاریس، و پس از آن امیر خسروجدی با شما خواهد بود و خبرهای ورزشی. ژاپن قراردادی را با کمپانی اوادس سازنده هواپیماهای ایرباس به مبلغ نزدیک به 10 میلیارد یورو امضا کرد. ژاپن ایرلاین با خرید 31 فروند هواپیمای ایرباس 350 آنها را جانشین هواپیماهای کهنه خود که بیشترینشان بوئینگ 777 هستند خواهد کرد. اهمیت خبر چه برای فرانسه و چه برای صنعت هواپیماسازی ژاپن، فرانسه، امریکا در این است که تاکنون 87% هواپیماهای ژاپنی بوئینگ بودند و در 35 سال گذشته بوئینگ 900 فروند و ایرباس تنها 100 فروند هواپیمای مسافربری به ژاپن فروختند. در شیکاگو مقر شرکت بوئینگ خبر چندان خوشایند نیست، چرا که ژاپن بعد از چندین دهه همکاری با امریکا اینک به اروپا و فرانسه رو آورده است.
باید گفت که مقدمات گفتگوی قرارداد در سفر آقای اولاند به ژاپن که در بهار گذشته صورت گرفت انجام شده بود. جالب است بدانید که مدیر شرکت ژاپن ایرلاین آقای یوشیرو اوکی که خود خلبان ماهر هواپیمای 747 بوئینگ بوده در شهر تولوز فرانسه هواپیماهای مدرن ایرباس 380 را هم شخصا آزمایش کرد. او حیرت خلبانان فرانسوی را که چگونه به سادگی توانست با این پرواز هواپیماها مهارت خود را نشان بدهد به وجود آورد. او گفت ما مردان ماشین و تکنیک هستیم. بعضی ها ایرباس و بعضی ها بوئینگ را دوست دارند. باید گفت برای خلبانان ماهری که بخواهند با ایرباس پرواز کنند یک آموزش 22 روزه ضروری است. اولین سری از هواپیماهای خریداری شده ژاپن در سال 2019 تحویل داده خواهد شد. این هواپیماها با 1/4 سوخت کمتر از هواپیماهای قبلی پرواز می کنند. و اما در نگاه دیگر فرانسه خوشنودی دیگری را نیز تجربه می کند. از 100 شرکت مهم و برتر در جهان 9 شرکت در این فهرست فرانسوی هستند و ایرباس شرکت اروپایی فرانسوی یکی از آنهاست. در ارتباط با ایران اگرچه به فردای نزدیک موکول نمی شود اما با رفع تحریم ایران نیز مشتری پروپا قرص ایرباس است و همکنون هواپیماهای ایرباس ایران خریداری شده به طور دست دوم از کشورهای دیگر باز هم در کارخانجات فرانسوی مورد تعمیر و راه اندازی قرار می گیرند. وزارت خارجه فرانسه قرارداد دیروز رو یک پیشرفت و موفقیت برای اقتصاد فرانسه می داند. پاریس، تلویزیون ایران فردا. با سلام و در این وقت چند خبر از جهان ورزش. خبرگزاری رویا نویسی روسیه با انتشار خبر بازی دوستانه فوتبال بین ایران و امریکا نوشته که این بازی برای دیپلماسی و روابط بین دو کشور مطلوب است. خبرگزاری مه دیروز به نقل از رویا نویسی در مطلبی در این باره نوشت برگزاری دیدار از سوی دولت امریکا تایید شده و ماریا هارف سخنگوی این دولت در این خصوص گفت این دیدار در راستای مذاکرات واشنگتن با تهران است. و یه افزود همواره گفتیم که آماده مذاکره و گفتگو با ایرانی ها هستیم، بنابراین چه جایی بهتر از زمین فوتبال. حرف این گفته را در راستای اظهارات علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حضور تیم های ایران و امریکا در تورنمنت چهارجانه منظور آماده سازی برای جام جهانی 2014 برزیل مطرح کرده است. در این حال نیل بونس سخنگوی فدراسیون فوتبال امریکا هنوز تایید نکرده که آیا در خصوص این دیدار احتمالی با طرف ایرانی خود صحبت کردن یا نه، اما وی گفت فدراسیون فوتبال امریکا با تمامی فدراسیون هایی که به جام جهانی 2014 برزیل صعود کردن در ارتباط بوده است. به گفته وی این دیدار تدارکاتی اواخر ماه می یا اوایل ژوئن سال آینده برگزار خواهد شد. تیم های ایران و امریکا در طول این سالها دوبار با یکدیگر روبرو شدند که یک بار در جام جهانی 98 فرانسه ایران 2-1 از صد امریکا گذشت و یک بار نیز در دو سال بعد در دیدار دوستانه در پاسادنا کالیفرنیا دو تیم به تساوی 1-1 دست یافتند. تیم‌های فوتبال ایران و امریکا به طور مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود کردند. تیم فوتبال جوانان ایران در محل مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا به یک برد مقابل تاجیکستان دست یافت. در نخستین روز گروه 4 محل مقدماتی مسابقات که به میزبانی کرمان برگزار می‌شود، دیروز تیم جوانان ایران در نخستین دیدار خود به مساف تاجیکستان رفت و این تیم را با دو گل بابک عبدالله زاده و علی فتحیان شکست و به کسب این 3 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی این گروه قرار گرفت. جوانان فوتبالیست ایرانی در دومین مسابقه خود پنجشنبه در دیداری حساس روبروی عربستان قرار خواهند گرفت. در دیگر بازی گروه 4 عربستان 2-1 از صد لبنان گذشت. در این بخش چند خبر کوتاه. پس از پایان تور بین‌المللی دوچرخه سواری چین در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی رشته که 30 ماه سپتامبر اعلام شد، تیم ملی ایران با اقتدار کامل و کسب 1068 امتیاز قهرمان تورهای آسیایی شد و قزاقستان و ژاپن نیز با 649 و 593 امتیاز دوم و سوم شدند. در رده‌بندی تیم‌های باشگاهی هم پتروشیمی تبریز با کسب 813 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های
نیپوده روسا از ژاپن با 66